شنونده برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی هستین. اینجا من عطیه نیک نفس و همراهی همکارم میلاد رسایی منش با شما هستیم. خب، قرار بر این است که در برنامه هفتگی ما به موضوعات مهم در حوزه خدا ناباوری و اکس مسلم بپردازیم در هفته ای که گذشت. میلاد، سلام میکنم به تو، ممنون که با ما هستی. از خبر شما شروع میکنیم، بفرمایید. منم سلام میکنم عطیه جان و دوستانی که برنامه رو میبینن. مخاطب نزدیک تلویزیون کانال جدید، هفته پیش نبودیم به دلیل مشغله کاری، مجدد برگشتیم. سلام و درود به همه دوستانی که برنامه رو میبینن. خب، همونجوری که عطیه میدونی و دوستان هم احتمالاً میدونن، هفته گذشته در حقیقت ما یه روز یک شنبه اول ماه مه رو داشتیم، یعنی دو روز پیش، و خب به مناسبت این روز در ایران فراخوان‌های زیادی انجام شد، اکسیون‌های زیادی انجام شد، همچنین در سرتاسر دنیا از جمله شهر استکهلم و آمستردام در هلند مراسم مفصلی به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد. یه تاریخچه داره بحث روز جهانی کارگر. ما میدونیم که از جنبش‌هایی هستش که بحث کارگران کلیک زدن در امریکا آغاز میشه و بعد به جهان تسری پیدا میکنه. حالا سوالی که ممکنه پیش بیاد این هستش که ربطش به اکس مسلم چه هست، روز جهانی کارگر؟ نکته سر اینه که بعقیده من برای کسانی که آتئیست هستن و دغدغه دین زدایی و به درجات سکولاریسم رو دارن، روز جهانی کارگر به واقع یک روز بسیار مهم و حیاتی و پر اهمیت هست، به این اعتبار که مذهب و ناسیونالیسم، همونجوری که ما بارها گفتیم، ایدئولوژی طبقات حاکم هست. حالا از ناسیونالیسمش در این بخش میگذریم چون اینکه حوزه بحث ما نیست، ولی در تو با مذهب که به عنوان بخشی از ایدئولوژی طبقه حاکم هست اینجا میخوایم صحبت بکنیم. طبقاتی که به هر صورت استثمار توده های مردم رو فرموله میکنن، توجیهش میکنن و ازش استفاده میکنن برای بقای سیستم سرمایه‌داری، برای بقای حکومت‌های خودشون، از طریق مذهب و صنعت مذهب و مراکز و مناسک مذهبی به درجات گفتمان مذهبی رو در جامعه باز تولید میکنن، طبقه کارگر رو، یعنی همون 99 درصدی ها رو از خود بیگانه میکنن و به اعتبار مذهب، علاوه بر اینکه توجیه میکنن استثمار و بی‌حقوقی توده‌های مردم رو، از دقیقش یک صنعت پولساز هم هست، یه دکونی هم هست، درآمدزایی هم میکنند. به همین اعتبار شما نگاه میکنید میبینید در سکولارترین کشورها هم حکومت‌ها دستشون با نهادهای مذهبی توی کاسه است. حالا در رابطه با ایران و افغانستان که صحبت میکنیم که اصلا حکومت‌ها مذهبی هستن، به همین اعتبار دغدغه قطعا کارگر و طبقه کارگر مبارزه با مذهب هست که هست. ما بارها دیدیم که مثلا در اکسیون هایی که کارگران برگزار میکنن اعتراض میکنن به عاشورا تاسوعا، اعتراض میکنن به ملاهای مفخور، به این اختلاس ها، به این بریزه بپاش که مثلا حوزه علمیه داره، حرم رضوی داره که حالا بهش خواهیم پرداخت در ادامه برنامه، این بحث حرم رضوی و غیره. خب این بحثی هستش که کارگران در ایران مطرح میکنن. در غرب که ما نگاه میکنیم میبینیم مثلا جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میاد سفره افطار پهن میکنه تو کاخ سفید، یا مثلا دونالد ترامپ که هیچ پروفایل مذهبی نداره وقتی به قدرت میرسه با نهادهای مذهبی، کلیسا و یهودی ها ابراز ارادت میکنه و عهد اخوت میبنده. یعنی میخوام بهتون بگم بخشی از ایدئولوژی طبقه حاکم هست، همونجوری که گفتم مذهب، و از این طریق هر چه بیشتر جامعه مذهبی تر باشه، هر چقدر بیشتر مذهب رو در بین توده ها رواج بدن، مردم از خود بیگانه بکنن، از خود بیگانه بیشتر از خود بیگانه بکنن، این افیون رو، این در حقیقت مرض رو در جامعه رواج بدن، اون وقت گفتمان سرمایه‌داری، گفتمان استثمار طبقه کارگر، این که کارگر میپذیره، با دل و جونش میپذیره که بره استثمار بشه، بره نیروی کارش رو در بازار بفروشه و فکر میکنه همینه، فکر میکنه خدایی هست که بعدا در اون دنیا کمکش خواهد کرد، فکر میکنه که این آخونده و ملاهایی که الان داره بهشون پول میده و از طریق تحمیق این مردم اونا شکماشون رو دارن گنده تر میکنن، جیباشون رو پرپول میکنن، در حقیقت حامی اونها هستن و افراد مصلحی هستن که اینها رو از آتش دوزخ دارن نجات میدن. یعنی یک نوع تحمیق طبقه کارگر هست، یه نوع از خود بیگانگی طبقه کارگر هست که از طرف طبقات حاکم به جامعه تحمیل میشه. به همین اعتبار خلاصه بکنم جمله آخر، روز جهانی کارگر برای آتئیست‌ها بسیار بسیار حیاتیه. آتئیستی که فعال، آتئیستی که کسی که دغدغه سکولاریسم داره، درک نکنه این مبارزه طبقاتی رو، درک نکنه نقش مذهب رو در جوامع طبقاتی و در مکانیزمی که سرمایه‌داری در حقیقت از اون استفاده میکنه، به عقیده من درک دقیق از آتئیسم هم نداره. به همین اعتبار آتئیست ها باید کمونیست باشن،
و آتئیست‌ها باید روز جهانی کارگر براشون اهمیت بشه و باید حضور پررنگ در این روز داشته باشه. من سخنم تمام. ممنون میلاد از خبری که پوشش دادی، بسیار مهمه، دقیقا همینطوره که گفتی. خب من فکر میکنم که آدم نمیتونه توی در جامعه زندگی کنه که یک بخش عظیمی از جامعه بی حقوق هستن. چطور میشه این کار رو کرد؟ برای همین خیلی مهمه که به عنوان بخش خیلی عظیمی، اتفاقا به نظر من آتئیست ها ممکنه که حالا در جامعه مثل ایران ما نتونیم آمار دقیقی داشته باشیم از اینکه چند نفر در ایران بیدین هستن، چقدر از انسان‌ها روی برگرداندن از مذهب، ولی خب به خاطر اینکه هیچ کس نمیتونه به آزادی بیان بکنه این مسئله رو، ولی خب ما داریم از اعتراض‌ها و واکنش‌های مردم می‌بینیم که توده بسیار زیادی از مردم، بخش عظیمی از مردم از دین گریزان شدن و روی برگردان شدن از دین و بیدین هستن. به همین اعتبار بسیار مهمه که نقش آفرینی بکنن و نمیشه شما یک زندگی آرومی داشته باشی در یک جامعه به این پرتلاطمی، در یک جامعه با این شرایط که بخش عظیمی از جامعه که کارگران هستن بی حقوق هستن. و بسیار مهمه که و اگر شما فکر میکنین که به عنوان یک آتئیست میخواین که دنیای پیرامونتون رو تغییر بدین، بسیار مهمه که رو این نقطه دست بذارین، رو بیحقوقی کارگران دست بذاره. چون من فکر میکنم که اگر اینکه یک بخشی مثل کارگرها در یک جامعه بیحقوق باشن، دقیقا همینطوره که بقیه جامعه نمیشه. شما نمیتونی بگی که من حقوق خودم رو دارم، حالا کارگرها مهم نیستن. اصلا اینطوری نیست. ضمن اینکه مگه کارگرها آتئیست نیستن؟ برای همین اگر واقعا ما دنبال این هستیم که دنیای پیرامون رو تغییر بدیم و یک زندگی برابر و آزادی رو برای همه انسان‌ها می‌خوایم، در کنار اینکه نقد مذهب می‌کنیم، در کنار اینکه مبارزه می‌کنیم با مذاهب، با ادیان مختلف، با خرافات، قطعاً باید با سیستمی که این خرافات رو تولید و باز تولید می‌کنه و موافق با این خرافات و با حتی دولت‌های غربی آمریکا که حمایت میکنن از چنین خرافاتی و از یک همچین تروریست اسلامی، باید مبارزه بکنیم. و به همین اعتبار بسیار مهمه که ما روز کارگر رو هر سال خیلی پرشور برگزار بکنیم. و قطعا یک آتئیست به نظر من فعال، یک آتئیستی که فکر میکنه که باید تغییر ایجاد بکنه و به یک دنیای بهتر برسه، حتما این روز رو باید مهم بشماره و نقش آفرینی بکنه در این روز. خب ممنون که این ویدیوها رو هم نشون دادی. بله من خودم این یکی دو روزه دنبال میکردم اخبار رو، بسیار غرور آفرین بود که همونطور که ویدیوها رو داریم اکسیون حزب پس حزب کنیز کارگری هست در شهر مالمو. بله. خواهش میکنم. در مالمو، استوکهلم، فرانکفورت، خیلی شهرهای زیادی من فکر میکنم که در نروژ من دیدم، در تورنتو، در دانمارک، تو خیلی از کشورها، در چند شهر تو آلمان، در چند شهر، در هلند، در اوترخت بود و آمستردام. برای همین بسیار مهمه که ما هر ساله به این صف بپیوندیم و روز جهانی کارگر به نظر من روز جهانی همه ماست. بی‌حقوقی کارگران بی‌حقوقی همه انسان هاست. به همین اعتبار بسیار مهمه. خب من میخوام حالا میلاد، اگر این که تو هم موافق باشی، برم سر خبر خودم. اینکه فکر کنم همه شنیدین که تو یکی دو روز گذشته این مقبره و کاخی که واسه رضا ساختن توی مشهد، یه بخشی از اون آتش سوزی صورت گرفت به دلیل اینکه انگار که یک ماشین لباسشویی اونجا مشکلی برش پیش میاد و آتش سوزی رخ میده اونجا. و این بسیار خنده داره، اصلا آدم نمیدونه بخنده. یه بخشی واقعا تا یه بخشش آدم خندهش میگیره، از یه بخش دیگه واقعا رقت انگیزه، واقعا ناراحت کننده است که یه خونه ای که واسه اون ساختن، کاخی که واسهش ساختن، وقتی که آتش سوزی میشه
خودش نمیتونه هیچ کاری برای خودش بکنه. بعد انسان ها به خاطر اینکه این همه خرافات رو در مردم نهادینه کردن، میرن اونجا و مثلا بچهشون مشکل داره، میبرنش اونجا که مثلا خوب بشه و به اصطلاح خود مسلمان ها شفا بگیره. مثلا کسی که نمیتونه ببینه، کسی که نمیتونه راه بره، کسی که بچه دار نمیشه، بچه ای که مشکل داره، انسان بزرگسالی که مشکل داره، میرن اونجا میشینن روزها و ماها تا مشکلاتشون حل بشه. یا اصلا کلن اساسا برای چی میرن به این کاخ رضا؟ برای اینکه مشکلاتشون حل بشه، برای اینکه به اهدافی که میخوان برسن. و این چقدر مسخره و خنده داره. این الان داریم میبینیم که یک آتش سوزی بسیار ساده رو این جناب رضا نتونسته حل بکنه و منجر به این میشه که مردم همه بیان کمک بکنن، آتش نشانی بیاد و با هزار تا وسیله دیگه، و حالا با علمی که همه دنیا دارن میگن با علم میتونه مشکلات مردم رو حل کنه، بعد این آتش رو خاموش بکنن. میخوام بگم مثل هر روز داریم میبینیم که چقدر این خرافات، چقدر این دروغ هایی که به مردم میگن و این و به خاطر این دروغ‌هاشون یا خاطر این صنعت، به خاطر این تجارتی که راه انداختن به نام مذهب و به نام دین، فقط میخوان مردم رو چپاول بکنن و میخوان مردم رو تحت سرکوب نگه دارن. مثل همین کاخی که برای رضا ساختن و ما میدونیم که هر سال هم این رو گسترشش میدن و هر ساله مردم چقدر پول هزینه میکنن، چقدر میرن اونجا پول میریزن تو اون جایی که براش درست کردن و به امید اینکه به اهدافشون برسن، به امید اینکه زندگی بهتری داشته باشن، غافل از اینکه اگر اینها واقعا دنبال روی علم باشن و این خرافات رو کنار بذارن، قطعا زندگی خیلی بهتری خواهند داشت. قطعا اگر اینکه بلند بشن زیر میز این مذهب بزنن، زیر میز این سیستم بزنن و بگن که من نمیخوام تحت سرکوب باشم، قطعا با حقوق برابر انسانی در یک جامعه سکولار قطعا میتونن به خواسته هاشون برسن و زندگی بهتری داشته باشن. ولی خب متاسفانه در یک کشورهای اسلام زده ای مثل ایران، افغانستان، وقتی که مذهب در قدرت هست، ما شاهد یک همچین فجایعی هستیم که حتی خودش نمیتونه آتش سوزی خونه خودش رو حل بکنه و نیاز به کمک داره. میلاد، نکته نظر شما رو هم در این باره میشنوم. آره، من دو تا از دو سر میخوام این موضوع رو مطرح بکنم. یکی در بعد ایدئولوژیک هست. ببینید، اینا همونجوری که خودت هم اشاره کردی، عتیه، دائم تبلیغ میکنن که رضا شفا دهنده است، ائمه اطهار توانایی دارن که از دفع بلا بکنند و غیره، بیایید صدقه بدید، بیایید اونجا همونجوری که خودت هم اشاره کردی دخیل ببندید و سعی بکنید از رضا امام هشتم شیعیان کمک بخواید که شفا بده یا مشکلاتتون رو حل بکنه یا در اون دنیا شفاعتتون رو بکنه و غیره. خب ما میبینیم که چاقوکشی میشه، عملیات تروریستی انجام میشه تو همون صحنه حرم، بمبگذاری میشه، آتش سوزی میشه و هیچ عکس العملی، هیچ واکنشی رو شما از جانب این جناب رضا امام هشتمشون نمیبینید. یعنی میخوام بگم در بعد ایدئولوژیک این به ظاهر اون صحنه که داره میسوزه و دود میشه هوا، ولی در باطن اگه یکم دقت بکنین، ایدئولوژی اسلامی هست، اون ایدئولوژی هستش که تفکری هستش که این آخوندهای مفخور دارن در بین توده ها رواج میدن، برای اینکه از تحمیق مردم، از فریب مردم سودهای کلان میبرن. مثلا یک صنعت پولساز هست و خب در بعد ایدئولوژیک میشه خیلی به وضوح دید که خب این رضایی که این همه قرار هست کارهای شق القمر انجام بده و کارهای خارق العاده انجام بده، نمیتونه از یک آتش سوزی ساده جلوگیری بکنه. باید برن آتش نشان بیادن، آتش نشان هم از تکنولوژی روز، تکنولوژی که آتئیستا در آوردن و خلق کردن استفاده بکنه برای اینکه جلوی آتش سوزی رو بگیره. میدونید، یعنی من میخوام بهتون بگم که یه همچین اتفاقاتی که در مکانهای مقدس میفته، فارغ از این چند وقت پیشم ما دیدیم که توی کلیسای نوتردام در پاریس یه آتش سوزی خیلی وحشتناکی شده بود. خب نکته سر اینه که پس کون به هر صورت ساحت قدسی، کون به هر صورت مسیح یا امام رضا یا امام نمیدونم فلانی که حالا قرار از مردم دفاع بکنه، از خودش دفاع بکنه و غیره. یعنی ایدئولوژیشون واقعا هر روز که بیشتر میگذره با یک نگاه خردمندانه، با یک نگاه منصفانه و منطقی میبینیم که چقدر
بیمایه هست، چقدر فرومایه هست و چقدر احمقانه هست. من در بعد میونه دیگه من کلمت یه بگو عذرخواهی میکنم، من همینجا میونه کلمت یه چیزی بگم. دقیقا ما این موضوع رو خیلی واضح و شفاف فکر میکنم در دوران کرونا دیدیم دیگه. تنها زمانی بود که مکه خونه خداشون کاملا خالی بود، پشم پر نمیزد اونجا. در بله. کشوری مثل ایران مدتها نماز جمعه تعطیل شد و خیلی جالب بود. شمایی که انقدر فکر میکنین که نماز خوندن و عبادت کردنتون به درگاه اون خداتون میتونه به شما کمک بکنه، پس چرا انقدر میترسین از کرونا؟ پس خودتون هم به این نتیجه و بعد از رسیدین الکل استفاده که فقط میکنن. عتیه نمیتونه عتیه الکل کمک میمدن، کنه. میگفتن اصلا اونجا یه بحثی شده بود، میگفتن سال کرونا سال پیروزی الکل بر توکل بود. دقیقا و این بسیار مسخره بود. یعنی من فکر میکنم تو همین این 43 سالی که جمهوری اسلامی داره حکومت میکنه بی سابقه بود که نماز جمعه تو همه شهرها تعطیل بشه. خب چرا؟ واقعا چرا؟ اگر واقعا شما فکر میکنید که با سلاح مذهب میتونین پیش برین و میتونین مشکلاتتون رو حل بکنی، پس چرا نماز جمعه تعطیل شد؟ چرا مکه خالی بود؟ چرا تمام امامزاده ها تعطیل شده بودن؟ میخوام بگم یه نگاه خیلی ساده، یعنی یک دو تا چهار تا خیلی ساده است و نیاز حتی به این نداره که هر انسانی خیلی کتاب خونده باشه، تحصیلات خیلی فصلی داشته باشه یا تحقیقات خیلی علمی یکم وسیع داشته انصاف، باشه. یکم دقیقا انصاف یه مقدار انصاف و انسانیت نیاز داره که ما خیلی واقع گرا باشیم و واقعیت ها رو ببینیم در زندگیمون، به جای اینکه دل خوش بکنیم به اینکه حالا برم کاخ رضا و درخواست بکنم که مثلا حالا من کورم بتونم ببینم. عذرخواهی میکنم میونی کلمه من خواهش کنم. بخش دوم صحبتم این هستش که ببینید اونجا در اون شهر مشهد، من خودم به عنوان کسی که مشهدی هست و سالهای زیادی رو در دوران راهنمایی و دبیرستان دائما به همون حرم رضوی رفته و از نزدیک اون صحنه رو دیده، صحنه ها رو دیده، ما میدونیم که با بودجه های کلون اون حرم رو ساختن، گنبد های طلا داره و نمیدونم صحنه خیلی گسترده داره، بریز و به پاش داره، غذا میدن اونجا و نزدی میدن و یک کم که شما از همون در حرم میایید بیرون پر از انسان های فقیر، پر از انسان های دردمند، انسان هایی که نیازمند هستن، برای ابتدایی ترین حقوق انسانیشون دارن التماس میکنن به اون کسانی که زوار هستن و غیره. یعنی در کناری که اون امارت، اون برج رو بورژوازی سرمایه داری، این آخوندهای کثیف سرمایه دار مولتی میلیاردر مفخور ساختن، در کنار اون میبینید که توده مردم چقدر در فقر دارن دست و پا میزنن. یعنی این حرم که آتیش میگیره، این سرمایه مردم هست که در حقیقت با بیکفایتی و عدم مدیریت این برشت، این حکامی که اونجا هستن، آتیش میگیره، از بین میره. اون امارتی که قرار هست پولش، یعنی باید اینطور باشه که اون پولش به نفع مردم خرج بشه، مردم رو از فقر نجات بده، از کرامت و حرمت انسان‌ها دفاع بکنه، میبینیم که صرف ساختن یک بتکده‌ای میشه، یه جایی میشه که مردم قراره برن اونجا تحمیق بشن، تحقیر بشن، استثمار بشن و سیستماتیک این رو سیستم حاکم در ایران دائما با تولید و باز تولید میکنه. یعنی میخوام بهتون بگم یک فضای بسیار سیاه، یک فضای بسیار رقت‌انگیز در اون حرم رضوی حاکم هست. و خب من این صحنه ها رو که میدیدم که این حرم آتیش گرفته، برشت میشه صحبت کرد که اون حرم و اون مناره و اون ساختمون به لحاظ هنری حائز ارزش هست، به لحاظ تاریخی حائز ارزش هست، نباید نابود بشه، ولی یک سیاهی، یک تباهی، یک تنفری رو من در وجود خودم حس میکردم از اون صحنه ها و یه جورایی دلم خنک شده بود که داشت آتیش میگرفت. واقعا بگم نمیخوام منکر بعد هنریش بشم، ولی باید ما روزی رو ببینیم در ایران که این جرثومه فساد که حرم رضوی باشه، این جرثومه ترویج خرافه، این منبع زن ستیزی، این منبع آتئیست ستیزی درش تخته بشه و تبدیل بشه به موزه عبرت برای آیندگان که ببینن در یک زمانی، در یک مقطعی کسانی بودند که این چنین از پول مردم خرج میکردن که خرافه رو ترجیح بدن و بعد آتئیست هایی بودن که خونشون تو شیشه میشد، مجبور بودن با ارتجاع هر روز روزانه مبارزه بکنن برای اینکه حقوق انسانی و بیسیک خودشون رو بتونن استیفا بکنن. من یه جورایی هم میگم بعد هنریش ناراحت هم میکنه که از پول مردم چه عمارتی ساخته و یه عمارت داره میسه، ولی از یه جنبه دیگه چه جوری دلم هم خنک شد که این حرم سوخت. امیدوارم یه روزی حرم رضوی تبدیل بشه به موزه عبرت.
دقیقا همینطوری که میگی و دقیقا در کنار این کاخهایی که میسازن برای یه شخصی که اصلا معلوم نیست بوده یا نبوده، یا همین تو سالهای اخیر داریم میبینیم که هر روز دارن قبر خمینی رو گسترش میدن، چه گنبد و باروی برای اون ساختن، چه تشکیلاتی اونجا درست کردن و دقیقا بغل خیلی نزدیک با فاصله چند کیلومتری از اون قبری که برای خمینی ساختن، انسانها به دلیل اینکه خونه ندارن، به دلیل اینکه بی خانمان هستن، توی قبرها میخوابن. یعنی من میخوام بگم که این، من نمیدونم میلاد تو اونجا رو دیدی یا نه، یا اصلا احتمالا در اینترنت دیدی چه گنبد و باروی برش ساختن، چه کاخی برش ساختن، و دقیقا بغل گوشه همونجا تو فاصله خیلی کم انسان ها در قبر میخوابن. و بعد عطیه اینا رو من بگم، اینها از پول مردم میگیرن، میرن تو عراق حرم میسازن، میرن توی سوریه حرم میسازن. یعنی این دقیقاً اضافتکاری فقط میخوام بگم قوم نیست. دقیقاً، و میخوام بگم با این پولهایی که از جیب مردم، از اموال مردم میرن کاخ میسازن واسه این مرده هاشون، واسه رضایی که اصلا کسی نمیدونه واقعاً یک همچین آدمی وجود داشته یا نه، یا اصلا اگرم وجود داشته چرا باید مهم باشه، یک همچین از پولهای از جیب مردم، از جیب طبقه کارگر برمیدارن و یک همچین کاخهایی میسازن. به همین اعتباره که ما تو خبر قبلی که خبر میلاد بود در مورد روز جهانی کارگر صحبت کردیم، و به همین دلیل مهمه که ما نقش آفرینی بکنیم به عنوان کسی که مقابل مذهب ایستاده، به عنوان کسی که نقد مذهب میکنه، داره مذهب ستیزی میکنه، داره با ادیان میجنگه، مهمه که از طبقه کارگر حمایت بکنه. چون من فکر میکنم ما هممون بخشی از طبقه کارگر هستیم. بیحقوقی طبقه کارگر بیحقوقی همه ماست، اینطور نیست که فقط یه بخشی از جامعه، بیحقوقی معلم ها بیحقوقی همه ماست، پرستارا، بازنشسته ها و دادخواهی. و من فکر میکنم الان خانواده های دادخواهی که دولت دادگاه حمید نوری وایستادن، خانواده های دادخواهی که دادخواه مال هشدار آبان ماه هستن، همه اونها بخشی از ما هستن و ما نمیتونیم بگیم که این یه بخشی از جامعه است که به من هیچ ربطی نداره. به همین اعتبار به همه ما این موضوعات ربط داره و این موضوعات سراسر همشون سیاسیه و دین اسلام اساسا سیاسیه، و مهمه که ما نقش آفرینی بکنیم در این رویدادهای مهم. خب میلاد، با توجه به اینکه خیلی هم وقتی نمونده به پایان برنامه، اگر لطف کنیم و NFT هفته رو هم معرفی کنیم ممنون میشم. بله، ما همونجوری که قولش هم داده بودیم طبق روال هر هفته NFT رو منتشر میکنیم. NFT این هفته امام نقی هست، همونجوری که در تصویر میبینید. این در OpenSea هم من این رو گذاشتم، قیمت پایه 0.08 اتریوم هست. دوستانی که علاقه من هستن این برصورت NFT رو بخرند، میتونن ضمن این که برصورت خودشون در آینده سودی خواهند کرد، به ما هم کمک بکنن که فعالیت هامون گسترده تر بشه. امام نقی امام دهم شیعیان هست، در تاریخ اومدن گفتن هم دانشمند و غیره و فلان اینا، ولی شما اگه به بسط گفتمان اینا خونده دقت بکنید، امام نقی اساسا فراموش شده است، امام گمنامی هست. اون امام های آخر خیلی ازشون نمیشنوید، یه امامی هستش که اون وسط مسطا گم شده به قول معروف. و خب یه کمپینی هم چند سال پیش راه افتاده بود که کمپین یادآوری امام نقیب شیعیان، در رابطه باهاش هم آهنگ خوندن و مسخره کردن و غیره. خب این عکس هم وسط ما انتخاب کردیم به عنوان NFT هفته. در بخش انگلیسی وبسایت که من این رو گذاشتم، اونجا ذکر کردم که یه کمپینی هست به این نام که علاوه بر این که حالا یعنی یادآوری میکنه امام نقیب رو به شیعیان، به نوعی داره مسخره میکنه مقدسات اسلامی رو، نشان از همون جنبش عظیم ضد دینی هست که در لایه لایه جامعه ایران شما به وضوح میتونید ببینید. که خب دوستانی که غیر فارسی زبان بودن و خونده بودن، جالب بود براشون که برسات یه همچین کمپین و یه همچین اقداماتی در داخل ایران انجام میشه. به وبسایت نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی بخش فارسی و بخش انگلیسی اگه مراجعه کنید، NFT اونجا میتونید ببینید. لینک در حقیقت NFT در OpenSea هم اینجا من گذاشتم، از طریق این لینک میتونید که برسات NFT رو بخرید. همچنین در صفحاتمون در اینستاگرام و فیسبوک هم این NFT به اشتراک گذاشته شده. من سخنم تمام. ممنونم، خیلی اتفاقا خیلی NFT خوبی انتخاب کردی، هم تصویر خوبی شده، همین که توضیحی که دادی بسیار عالی بود. این نشون میده که چقدر این خرافاتی که سالها اینها روش تکیه میکنن و همه شرایط و همه
آپشنایی که دارن رو استفاده میکنن برای بازتولید این خرافات چقدر بیپایه و اساس هست و یک انسانهایی که اینقدر بزرگشون میکنن و میگن در تاریخ وجود داشته اصلا معلوم نیست که بوده یا نبوده. برای همین بسیار مهمه که ما انسانی فکر بکنیم و علمی به مسائل نگاه بکنیم و دنیای پیرامونمون رو اینجوری تغییر بدیم و به دنبال برابری و آزادی برای همه انسان ها باشیم. از همه مخاطبینی که لایف برنامه ما رو تماشا کردن متشکرم و همچنین مخاطبینی که از کانال جدید تلویزیون کانال جدید برنامه ما رو خواهند دید. دوستان ما رو دنبال کنین از مدیاهای اجتماعیمون تا برنامه